سرخط خبرها. فروپاشی روسیه حتی در یک لحظه جادویی هم ممکن نیست. سرویس امنیت روسیه خرابکاری اوکراین در کریمه را خنثی کرد. هشدار مدودف به سئول. ویدئوی جنجالی از گردن زخم پوتین. رهبر روسیه به سختی راه می رود. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. فروپاشی روسیه حتی در یک لحظه جادویی هم ممکن نیست. بن والاس وزیر دفاع انگلیس بر این باور است که جنگ اوکراین تا سال آینده ادامه خواهد داشت و فروپاشی روسیه قابل تصور نیست. والاس گفت خوشبینم که حد فاصله امسال و سال آینده اوکراین ابتکار عمل را به دست گرفته و به موضع قدرتمند خود ادامه خواهد داد. وی افزود با این حال حتی یک لحظه جادویی را هم نمیتوان متصور شد که روسیه در آن لحظه فرو بپاشد. سرویس امنیت روسیه خرابکاری اوکراین در کریمه را خنثی کرد. سرویس امنیت فدرال روسیه با اشاره به ممانعت از وقوع خرابکاری در یکی از تأسیسات انرژی شهر کرچ در شبه جزیره کریمه و بازداشت یک تبعه اوکراین خبر داد. نهاد امنیتی روسیه در بیانیه اعلام کرد که در پی اقدامات صورت گرفته یک شهروند روسیه و اوکراین متولد سال 1971 با یک بمب دستساز در حالی که خود را برای خرابکاری در تأسیسات انرژی در کرچ آماده می‌کرد بازداشت شد. به گفته FSB در محل اقامت مظنون یک بمب دستساز و وسایل ارتباطی کشف و ضبط شد. مظنون از این ابزار ارتباطی برای مکاتبه با نماینده سرویس ویژه اوکراین که فعالیت‌های مجرمانه وی را هماهنگ می‌کرد استفاده کرده است. هشدار مدودف به سئول. دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه با هشدار به کره جنوبی درباره تامین سلاح برای اوکراین گفت که مردم کره چه فکری می‌کنند اگر سلاح‌های ما را در دست همسایه‌شان یعنی کره شمالی ببینند. مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت تازگی ها کشورهای جدیدی برای کمک به دشمنان ابراز علاقه کردند. یون سوک یول رئیس کره جنوبی گفته که کشور عملاً آماده تامین سلاح برای کیف است. وی افزود تا همین اواخر کره جنوبی قویاً هر گونه احتمال تامین سلاح مرگبار برای کیف را کاملاً رد کرده و اطمینان داده بود. می‌خواهم بدانم که مردم این کشور وقتی پیشرفته‌ترین سلاح‌های روسیه را در دستان نزدیک‌ترین همسایه‌شان و شرکای ما در کره شمالی ببینند چه خواهند گفت. مدودف در توضیح چنین شرایطی نوشت چیزی که عوض دارد گله ندارد. رئیس جمهور کره جنوبی امروز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت در صورتی که تهدیدی جدی متوجه مردم این کشور باشد یا قواعد جنگ آشکارا نقض شود احتمال موافقت سئول با تامین سلاح برای اوکراین وجود دارد. ویدئوی جنجالی از گردن زخم پوتین. رهبر روسیه به سختی راه می‌رود. ظاهر شدن ولادیمیر پوتین در مراسم کلیسا با چیزی که به نظر می‌رسد زخمی بر گردن او باشد، به گمان زنی‌های بیشتری مبنی بر اینکه او به شدت بیمار است منجر شده است. به نقل از نیوزویک، بسیاری از مردم در ماه‌های اخیر تئوری‌هایی را درباره سلامت رهبر روسیه مطرح کردند. از جمله ادعا می‌کنند که او به سرطان، بیماری پارکینسون یا هر دو مبتلا است. کرملین بارها تاکید کرده که او در سلامت کامل است. با این حال پس از فیلم برداری و عکس برداری از پوتین در مراسم عید پاک ارتدوکس در کلیسای جامعه مسیح منجی در پایتخت روسیه بازار شایعات بار دیگر داغ شد. حتی گمان زنی ها نسبت به جراحی پوتین نیز تقویت شد. علاوه بر این ولادیمیر پوتین در حالی که در حال بازدید از شرق اوکراین در نزدیکی خط مقدم بود به سختی و با حالت لنگان راه می رفت. در روز سه‌شنبه نحوه پیاده شدن او از بالگرد برای بازدید از مقرهای ارتش روسیه در مناطق لوهانسک و خرسون مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.